وقتی خبرنگار نوبل ابزرواتور فرانسه از برژینسکی میپرسه آقای برژینسکی شما هیچ متاسف نشدید از این ضایعات وحشتناک به خاطر انتقام جویی از شوروی، این بلایی که سر افغانها اومد و بخش به پاکستان، جوابشو گفتم در گذشته، میگه مشخصم یه دیوونه ای تو، پیروز شدن در جنگ سرد مهمتره که یا اینکه من دلم به چند تا، مخصوصا این کلمه رو به کار میبره، دلم به حال چند تا مجاهد دیوونه بسوزه، از اون مجاهدهای دیوونه یکیش به لادن عذاب کرد. آقای قربی، این حرفاتون یکی از ابعاد بنیانی این قضیه است، ولی بعد دیگرش اینه که هنوز اونا به صورت مستقل دیگه الان عمل نمی کنن. با همه این خشونتی که در جامعه به کار بردن و نفرت و کینه که ایجاد کردن، الان مسئله اینه که باز هم اینا به نوعی دارن همون بازی اونا رو می کنن. یعنی این جنگ دنباله جنگ سوریه است، یعنی شکست مفتزهانه اینا، اون برنامه که در سوریه داشتن موفق که نشدن، هیچی، اختلاف و درگیری های بسیار شد، حالا جنگ از این طرف شروع شده و این هم باز توسط بخش ها و عواملی از قدرت ها و دولت های زیر نفوذ آمریکاست و غربه، یعنی مثل عربستان، مثل قطر، مثل ترکیه و غیره، از این سمت حالا این حرکت رو دارن میبرن جلو. اینم یک بوده که باز در نهایت دنباله اهداف و خواسته های اینا اون فاجعه رو به وجود آوردن و این غلامان، این بردگان همچنان در خدمتشونن. شما با گفتن این مسئله بحث رو به جلو کشوندین، خب خیلی خوبه، من اون بحث تبارشناسی رو همونجا رها میکنم و دنبال حرفی که زدید میگیرم. بله همینطوره، من بر این باور هستم که اون این اتفاقی که افتاده در ریز جنگ سوریه است. دقیقاً اتفاق که افتاده ادامه جنگ سوریه است، دقیقاً در رابطه با سوریه، هیچ تردیدی در اون نیست. من داشتم از اون گذشته های دور میمدم. بله بله بسیارم. چرا؟ اونهایی که یادمون هست در 2003 کلمه نیشن بیلدینگ، ملت سازی، چقدر هر روز دغدغه زبان بود. یادمون هست چقدر میگفتم ما داریم میریم اونجا دموکراسی بسازیم. بله. اون هست همین پول برامل که امروزها را بیاد تهی مصاحبه میکنه، چقدر به عنوان نایب السلطنه دوم در اونجا نشسته بود و میخواست دموکراسی بسازه. خب الان میپرسیم آقا جون اون ملت که ساختید کو؟ اون دولتی که ساختید چی شد؟ همون نیشن بیلدینگ که کردید تو همینه؟ شما وقت با داشتن این کارنامه به فکر صدور این فکرها به جاهای دیگه هستید؟ چرا لیبی رو به اون روز در آوردید؟ امروز تعداد کسانی که میگن لیبیایی ها در زمان دیکتاتور قذافی خیلی خوشبخت‌تر بودن هر روز داره بیشتر میشه. همچنان که وقتی که نیروهای آمریکایی از عراق میمدن بیرون، خبرنگار بی بی سی وقتی از مردم کوچه و بازار پرسید، یک نفر نگفت خیلی متشکریم، خیلی ممنون، زحمت کشیدید، تشریف ببرید، سفر به خیر، هیچ کس چنین چیزی نگفت. بله. بودن کاش نیومده بودن. چرا اومدن؟ بعد خوشحالی که دارن میرن از دست شما راحت میشی. چرا؟ واقعا چرا باید این اتفاق بیفته؟ دقیقاً. خب این نیشن، این ملت سازی همین شد که تو باز بری همین نسخه وحشتناک رو در لیبی اجرا کنی. خب الان در صحبت های گذشته من اشاره کردم تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه لیبیایی ها، برابری زن و مرد، حقوق یکسان زن و مرد، آموزش مجانی تا هر سطحی که دلشون، حتی تا سطح در خارج از لیبی در هر دانشگاه گران قیمت درس خوندن که هزینه‌اش دولت می پرداخت، همه اینها به جای رسیده که الان جنرال بازنشسته بلند شه هر جا رو توش میکنه بره بگیره، حکومت‌های فئودالی در اونجا راه بیفته، ملوک و طوایفی راه بیفته و هر روز آدم دزدی، هر روز کشتار. چرا باید این اتفاق بیفته؟
بله. این خاورمیانه بزرگی که قرار شده و ساخته بشه همینه، ولی این سرریز اونجاست. یه تبارشناسی دیگری میخواستم بکنم، اجازه بدید این اشاره بکنم. خواهشون ببینید، اگه یادمون باشه دقیقا چند ماه بعد از انقلاب ایران، برنارد لوئیس که ازش به عنوان اسلام بزرگترین اسلام شناس و شهر شناس اسم برند، یه طرحی داد بیرون. بله. این روی این طرح یه نقشه ای داد بیرون که با رنگ‌های مختلف اینو نشون داده بود که با بهترین راه برای اینکه با خاورمیانه ما برخورد راحت بشته باشیم، از شر هر اتفاق اونجا خلاص شیم، تقسیم کردن قدرت های اونجا به چند جزء. دقیقا در این نقش است که بنابر همین طرح برنارد لوئیس، استان آذربایجان ایران باید به جمهوری آذربایجان وصل بشه، کردستان اون طرف تشکیل جمهوری کردستان بدن، خوزستان یه جمهوری عربی بشه، ترکمنستان ایران ترکمن صحرا به ترکمنستان به پیونده، بلوچستان هم به بلوچستان پاکستان، یه چیزی هم وسط بمون. بله. یادمون هست که بعد چند سین سال بعد از اون جو بایدن که الان معاون رئیس جمهور آمریکاست، اون موقع سناتور بود، در یکی از سفراش که به عراق کرده بود برگشته بود، گفت که بهتر راه حل عراق اینه که اونجا چه کشور درست شه، کشور شیعه در جنوب، کشور کرد در شمال، کشور سنی در وسط. خب شما فکر کنید همین الان سه ساله گذشته کردهای باریکه کوچک کردهای سوریه اعلام خودمختاری کردن با کمک دولت بارزانی اقلیم کردستان در عراق. بله. خب حالا معمولا نقشه اینه، از ویژگی های تقسیم کردن چندین کشور برقراری دشمنی دیرینه و همیشگی بین اون رو دقیقاً میگه. نفر از من پرسید که خب حالا جنوب عراق که شیعه هستن نفت دارن، شمال هم که دست کرداز نفت دارن، ولی وسط که سنی ها میمونن هیچی نمیمونه تو دستشون، اونا چاه نفت ندارن. اتفاقا نکته همینه، باید این طور بشه که اینها با هم دائم در حال دشمنی باشن، باید وابسته باشن، اسلحه بخرن، با هم بجنگن، خرن و نفت بفروشن. اونی هم که نفت نداره باید حتما وابسته به یه قدرتی بیرون از منطقه باشه تا بتونه روپاش هم به لحاظ اقتصادی واسته هم به لحاظ نظامی واسته. بله. وقتی که این اتفاق افتاد اشکال داره ما فکر کنیم که همه اینا داره منجر میشه در ادامه استراتژی تقسیم کن و قدرت کن، مگر ما به طرح اسرائیل بزرگ نزدیک نمیشیم؟ خب این اتفاق میفته از نیل تا فرات، باید از نیل تا فرات همین بشه. تکلیف سوریه هم روشن، گولان، تپه های گولان که رفته، و بقیهش هم میتونیم، یه بخش هم که کردستان برای خودش جدا میکنه بقیه هم میتونیم بگیریم. خب این فاجعه‌ایست که ما باهاش روبرو هستیم، باید اینو خوب بشناسیم. این تقسیم کردن کشورها به چند جزء، در واقع تکه پاره کردن، شما فکر کنید به جای اینکه یه مشتری داشته باشی، این یه دونه مشتری گاهی اوقات بگه آقا بس همه دیگه نمیخوام از سر بخرم، شما به جای یه دونه شش تا مشتری داری و این شش تا وقتی میبینن همسایه خرید گنده ای کردین هم سعی میکنه از اون شب بزنه این هم یه خرید بیش از اون بکنه. کامل از این گذشته همین الان که داریم با هم حرف میزنیم، اخبار چند روز گذشته رو نگاه کنیم، در وال استریت جورنال رو نگاه بکنیم، بخش خبرهای اقتصادی میگه قیمت نفت به دلیلش وضعیت عراق به بالاترین حد خودش در این چند سال اخیر رسید. بله. حالا کی داره بهش کم میزنه؟ خیلی ساده است، احتیاجی به این که علوم سیاسی خونده
بچه‌م اینا رو بدونیم نداریم. بله. کمپانی‌های نفتی با دومشون گرد میشکنن، اسلحه سازان غرق در خوشحالی اندر میرفتن. قصد میزنن. این بهتر. هر حرکت اینجا روی بده، همون 2 میلیارد دلاری که دست این داعشی ها هست، به جز اون وقتی که بانک مرکزی موصل رو در اختیار گرفتند، پولهای 460 میلیارد دلار نقد به اضافه شمشای طلا، اینا چه کجا میره؟ این اجازه میده که این جمعیت هم بتونن تا دلش رو میخواد اسلحه بخرن و هم بتونن هزاران نفر تعداد بیشتر رو جمع کنن و اونا رو مدیریت بکنن و بودجه اون کار رو داشته باشن. بله. از این گذشته تا این بخش یادم نرفته بگم که باور نکنیم یه گروه 800 نفره، یه گروه نخراشیده از کار بیرون اومده این کارا رو کرد. بله. دولت اسلام و عراق اینا هستن. دولت اسلامی عراق همونیست که از 2003 به بعد در عراق درست شد توسط سنی ها، که بعد از اینکه جنرال پترایوس با سران قبایل اونجا معامله کرد و پولهای کلانی به اونا داد، اونها را از حمایت این جریان جدا کرد و بقایای ارتش صدام و بعثی ها همین حالا فرمانداری که اونا در شهر الانبار گذاشتن سرهنگ بعثیه. بله. کسی که رابطه بین ابوبکر بغدادی و ابو عمر بغدادی بود یه سرهنگ بعثیه رژیم صدام بوده. صحبت از حضور عزت ابراهیم نفر دست راست صدام حسین که گم شد بعد از فروپاشی رژیم صدام، صحبت از اون هست. باور نکنیم این آدم های از کار بیرون اومده تونستن این ارتش عظیم همینجور متلاشی بکنن و پیش بیا، نه، در اونجا استراتژی نظامی حساب شده ای به کار رفت. دقیقاً. در اونجا میدونستن چی کار میکنن، جنگ چریکی میدونستن نیروها رو از کجا به کجا منتقل کنن. تاکتیکی که به کار بردن نشون دهنده آگاهی سطح بالای نظامی طراحان اونجا. طبیعاً. اگر بگیم ابوبکر بغدادی الهیات خونده، نمیتونم بگم اون یه مغز متفکر نظامیه. نهایتاً میتونم بگم مدیریتش احساس در نقش رهبری مدیریت خوبه، اما این نیازمند داشتن مغزهای آگاه نظامیش که تا بتونه این کارها رو انجام بده. کاملاً. اما نکته که شما اشاره کردید، بله، این سرریز سوریه، چرا سوریه این اتفاق افتاد؟ چرا باید این وضع پیش بیاد؟ شما نگاه کنید الان وضعی که هست، مخصوصا این فوتی که این رسانه های کورپوریشنی به این آتش میکنن، چیزی ساخته شده به نام جنگ شیعه و سنی، خیلی بیش از اونه که هست داره بهش دمیده می. بسیار بسیار بیش از اونه دیدن، یعنی واقعیت هست، هست ما میدونیم. اما یه مصاحبه یکی از رؤسای قبیله عراق گوش میکردم سنیه، میگفت که من دلم بخواد همین الان از بمباران هوایی بشه این داعش یا همه از بالکل از بین برن. خب یه کمچه نیروهایی هستن، اما الان مسئله چیزی که دارن جا میندازن اینه که مسئله اصلی جنگ شیعه و سنیه. بله. برای هزاران نفر عراقی سنی تضاد آنتاگونیستی شیعه هست. هزارانی که از کشورهای اروپایی، استرالیا، بنگلادش و راهی اونجا شدن، هی میخوام به داعش بپیوندن، اونها میخوام با کی بجنگن؟ با شیعه بجنگن. بله. ایداد بیداد خودی همین مسئله نیست؟ خودش فکر کنیم، یعنی اینکه تضادها، اینایی که سالیان دراز از قبل جنگیدن برای آزادی فلسطین تکون خوردن، نون خوردن، حرکت داشتن، عده‌ای که روشنفکر بودن به مبارزه ضد امپریالیستی پرداختن، همه اونا رفته توی بایگانی. وقتی
دونم میره تو بایگانی کی نفس راحت من میشنم لذت میبرم کیف میکنم برو ببینم چه کار بله الان به چه دلیل ما باید به جایی برسیم که تضاد آشتی ناپذیر این جماعت شیعه باشه؟ چرا؟ و یا اینکه بر شیعه ها اون بر باشه؟ گفتم آگراندیسمان شد. بله در اینه که مالکی انحصار طلبی کرده و قدرت رو بین مثلا کرونی های خودش باند خودش تقسیم کرده، راند بخشی کرده، در فرماندهی کل قوا افراد نزدیک خودش رو بدون کوچکترین تجربه نظامی سر سمت‌های مهم نظامی گذاشته شکریست. بله درست. بله بله.